با سلام به هممیهنان عزیز و بینندگان گرامی، با بزرگداشت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی از برنامه گذشته سلسله بحث‌های من را پیرامون اسلام رهایی بخش سراسر متضاد با بنیادگرایی را اختصاص دادیم به رمز و فلسفه جاودان قیام امام حسین و عاشورای حسینی. در برنامه گذشته استاد جلال گنجی تأکید کردند که در حقیقت قیام امام حسین جهاد علیه حکومت بظاهر دینی اما به غایت جاهلی، منحرف و ستمکار بود. اجازه بدین بحث رو با آقای گنجی ادامه بدیم. آقای گنجی با تشکر از شما، من بر اساس بحث گذشته که شما مطرح کردید به نظرم رسید که پس قیام حسین یک حادثه منقضی شده و حتی یک مبارزه پایان یافته نیست و همونطور که حدیثی هست ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. بله، این حدیث که بهش اشاره میکنید لااقل در مضمونش کاملا منطبق هست به حقیقت و عرایضی هم که توی اون گفتگو در خدمت شما داشتیم. البته چه بسا این عبارت که خیلی معروف هست دقیقا مو به مو عبارت حدیث نباشه، ولی در احادیث متعددی پیغمبر کلمه مصباح الهدا و سفینه النجات رو در مورد امام حسین به کار برد و گمان میکنم که همونطوری که شما در مقدمه اشاره کردید به درستی، فلسفه جاویدان و نه فقط چهره جاویدان حسین، در اینکه این چهره مرگ ناپذیر هست و فراموش نمیشه یک بحثه، ولی فلسفه جهادی که امام حسین در مقابل قدرت ارتجاع دینی علم کرد یک مبحث جداگانه ای هست و گویا حضرت محمد داره سفارش میکنه که با این بیش از اون که علم و کتل یک عزاداری و ماتم و اینها باشه، این چراغ راه هست و برای نجات و رهایی به این سفینه نیاز هست. گویی یا داره پیغمبر هم به نحوی همین عرایزی رو که اون دفعه خدمت شما عرض کردم داره بیان میکنه که دلتون خوشه که فکر میکنید که با چند قطره اشکی و ریم پلوی و اینها حسینی هستید یا حسین دوست دارید، رقص و رپ و نمیدونم این عدواتواری هم که اینها توی این دوره این حاکمیت رواج پیدا کرده. حسینی تکلیفش روشنه، مشعل جهاد در مقابل قدرت حاکم هست، ستم و دین فروشی که در علیکه قدرت نشسته مثل معاویه و بدتر از معاویه هایی که کم نداشتیم و بدترینشو ما به طور معاصر بهش مواجه هستیم، خمینی و بنی خمینی، رژیم بنی خمینی. بر ترتیب خیلی ممنونم که این حدیث رو یادآوری کردید. بله، ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجات. بله آقای گنجی، بذارید تکرار بکنم به یک فلسفه جاودان. بله، و نه فقط چهره جاودان. بله، وقتی از جهاد حسینی صحبت میکنیم علیه حاکمیت انحرافی و ارتجاعی، میخواستم این ماهیت این حاکمیت ارتجاعی و انحرافی رو بیشتر توضیح بده. خیلی سوال کمک کننده ای هست، خیلی ممنون. ببینید بسیار این مهم هست که ما توجه داشته باشیم که این جنگ، این مبارزه، جنگ قدرت
و حتی مبارزه صرفاً بر سر صلاحیت به مفهوم شناخته شده کلمه نیست. یعنی فرض بکنید که امام حسین حرفش این باشه که من صالح هم تو نامناسبی، پس بیا حالا بجنگیم. یا از به خدمت شما من یک کاندیدای قدرت، تو هم یک کاندیدای قدرت، با هم رقابت بکنیم. خودش در احادیث معتبر حسینی این آمده ذکر شده، از جمله توی طواف العقول هم. طواف العقول من یکی دو بار تکرار کردم توی این گفتگوها. ویژگی طواف العقول از تعریفات مهم محدثین شیعه است در قرن چهارم، یعنی تقریبا اولین دوره‌ای که تعریفات معتبر به وجود آمد. منتها ویژگی این کتاب این است که مؤلفش مرحوم بهرانی، محقق بهرانی، اینقدر معتبر هست که احادیث این کتاب رو با اینکه به خاطر اختصار، چون سلسله نسب نمیاره که نمیدونم کی از کی، کی از کی روایت کرده، با اینکه سلسله نسب نمیاره معتبر میشناسند. از این بابت طواف العقول خاص هست. بگذاریم، در طواف العقول هم این آمده که خود امام حسین اختار میده که بابا این ما با حرکت ما منافستون فی سلطان نیست، منافسه یعنی رقابت. بنابراین سوال که مطرح کردید کاملا بجاست که دعوا سر چی بوده. در یک کلمه دعوا سر حقوق محرومین بوده. حالا توضیح بدم. تاریخ اسلام همونطوری که سرعت پدید آمدن یک موجودیت سیاسی، یک کشور به وسعت جزیره العرب، سرعتش خیلی عجیب هست، میشه گفت که یه دو سال، یعنی از فتح مکه به بعد این وضعیت به وجود آمد، یا خیلی هم اگر با احتیاط بگیم از هجرت به بعد، ظرف 10 سال یک جماعت کوچیک فراری از وطن که به مدینه آمدند چنین قدرتی رو، چنین موجودیت رو به وجود آوردند. خب به همین دلیل این آسیب پذیری های عجیب و غریب خودشان داشته. یعنی عملاً کادرها، زمامدارهای این موجودیت اساساً بی تجربه ها، کم سابقه ها، و بذارید روشنتر بگم پالایش نیافته ها، خانه های خالی قدرت و زمامداری رو پر می کردند. از جمله فرماندهان حرکت هایی که به نام جهاد راه افتاد و کشور گشایی کرد همین ها بودن که در زمان حضرت رسول هم نبوده این جنگ ها و به اصطلاح بله این ها که البته بعد بوده. حالا من به طور خاص تکرارم، یعنی بحثم متمرکز سر مشروعیت عدم مشروعیت این جنگ ها نیست. بله، بحثی هست که به جای خودش باید کرد، و واقعا هم اگر ما روزی نقادانه با نقد علمی و با محک دینی به این جنگ نگاه بکنیم، خب خیلی حرفا باید زد و خیلی پرده ها رو باید کنار زد. ولی من بیشتر میخواستم اینو بیان کرده باشم، یا مسلمون هایی که البته بعضن 2 سال، بعضن کمتر، بعضن یه خود بیشتر صحابی حضرت محمد بودن و قدرت رو به دست گرفتن، ازشون همون میزان انتظار میرفته که به سابقه و میزان مهاجرت و مجاهدت و ایناشون برمیگرده. برای همین مثلا ببینید خیلی تماشایی هست، این انصار صحابه اهل مدینه پیغمبر که هنوز پیغمبر دفن نشده
با این شعار محفل تشکیل دادن که آقا حالا محمد که فوت کرده، بقیه یه مش پناهنده بودن، ما بهشون پناه دادیم، مهمان ما بودند، مهمانی تمام. ما اهل این سرزمین هستیم، اونها قدرت مال ما، خودمون خلیفه تعیین میکنیم. اصلا نزدیک بود به تصمیم نهایی برسند. سقیفه ساعده اون محلی بود که سقیفه بنی ساعده اون محلی بود که این مذاکرات اینجا صورت گرفت. و ببینید چقدر سطح پایین هست که با وجود این همه آیات قرآن و این همه مباحث حضرت محمد به رهبری های خودش و اینها، طرف هنوز فکر میکنه که مثلا چون اینجا به دنیا اومده یا پدرش اینجا به دنیا اومده و اون بقیه مکه به دنیا نیومدن، این اولویت بیشتری داره برای زمامداری اسلام. شبیه این رو خود قریش هم داشتند، یعنی این مهاجرین هم، اونا هم فکر میکردن که چون قریشی هستند مثلا خیلی اصالت دارند، که حضرت علی از همین هم انتقاد میکنه. این بود که به مجرد اینکه موضوع دفن حضرت محمد سامان گرفت و کم و بیش اجماع به وجود آمد که زمامدار ابوبکر باشه، گوشای عده شروع کرد جنبیدن و انواع و اقسام این قبائل تازه مسلمان آورده در نقاط مختلف سر برآوردن که ما دیگه تبعیت نمی کنیم از حکومت مدینه، محمد تموم شد دیگه. بعضا شورش داره بردن، حتی ادعای پیغمبری هم کردن که اصلا دین جدید و حرف جدید و اینها، که این باعث شد که خلیفه ابوبکر کلی به جنگ در این که به این نقطه هم برسه. خودش یک ماجرایی هست، مرتبی به این نقطه رسیدن که دیگه با بکار گرفتن شمشیر از موجودیت خودشون دفاع بکنن و این قبائل سرکوب کردن. جنگ های اینها معروف هست به جنگ های ردی. بله، عرض و خدمت شما. خب این دوره که با قدرت و شمشیر آرام کردن، با قدرت استوار کردن، چه بسا همین به زائقه ها خوش آمد. خب تهدید هم که وجود داشت، چون خود حضرت محمد زنده بود، رومی ها چند بار حمله کردن، داستان جنگ موته بود، تبوک و اینها، این بود دیگه. اونا میخواستن بیان خلاصه با لشکرکشی تکلیف این موجودیت جدید رو تعیین بکنن. همیشه هم همینجوری دیگه، یه قدرت جدید، موجودیت جدید که وجود میاد، همسایه های قدرتمند کهنه خب به فکر سرکوب کردنش میفتند و اینکه بر ترتیب از موجودیت خودشون دفاع بکنن. ساسانیای ایران هم به شیوه دیگه ای مزاحمت میکردن. خب حضرات تازه به قدرت رسیده و برگزار کنندگان موفق جنگ های قدرت شروع کردن به فتوحات، و این فتوحات سریع الوصول به پیروزی که همون ده سال اول در نظر بگیرید، با وسیله رفت و آمدها و مسافرت های سخت اون موقع، لشکر کشیدن و مثلا فرض بکنید که یک کشوری رو به نام شام تصرف کردن، در مدتی کمتر از 10 سال یک اعجوبه اتفاق میفته. جالبه که شام رو تصرف کرده یا نکرده، مصر رو هم تصرف کردن. اینا همه هنوز در زمان عمر اتفاق افتاد، یعنی زمان خلیفه دوم راشدین، به فاصله 10 سال بعد از وفات پیغمبر. و همزمان جبهه بین النهرین و ایران هم گشوده شد و بخشای مهمی از ایران باز هم در زمان عمر فتح شد. در مثلا خود فتح مدائن و اینها همه این زمان صورت گرفت، جنگ معروف جلولاب و همدان و اینها، قادسیه و این جنگ های مهم اتفاق افتاد. اینا همه این دوره اتفاق افتاد، بعد ادامش کشید به دوره عثمان. خب حضرات با اسلام های
نه چندان دینامیزم که راجع بهش صحبت کردیم توی سلسله نه چندان برخوردار از دینامیزم، یعنی با اسلام های سنتی فتح میکردند، عرض به خدمت شما غنیمت جنگی به دست می آوردند، کران کران قدرت هضمش رو نداشتند. بعد عرض به خدمت شما فرهنگ بکش و غارت بکن قبایلی هم که هنوز خیلی زود بود از بین بره، هنوزش هم از بین نرفته، همچه که توی این کشورها یه خورده امنیت چیز میشه همسایه رو غارت میکنه، ما خودمون هم بعضا شاهدش بودیم منظره هاشو. عرض به خدمت شما این باعث شد که صورتی رؤیایی بسا فوق تصور ثروت انباشته شد در دست کیا؟ کسانی که ترمشون مجاهده، صحابه اولیه و مسنترهاشون که کم هم نبوده تعدادشون، یک ترم صحابی هم دارند که خیلی ترم مرعوب کننده ای هست. آقا اینا انبوه ثروت انباشتن، واقعا ارقامشو که توی کتابای معتبر تاریخ اسلام اومده، تاریخ طبری و بقیه و اینها، در تاریخ یعقوبی چون حجمش هم کمتر هست، اگه کسی بخواد مراجعه بکنه از این بابت جالبتر هست، چون تو این قسمت ثروت‌های انباشته شده مثلا دو سه سفر رو که بخونه کلی آدم تصور پیدا میکنه که چه اتفاق افتاد. آقا بر ترتیب، یعنی زیاد وقتمون اجازه نمیده مفصل بگم، ببینید ارقام میلیون دینار یعنی یک مثقال طلا در دست کسانی که تا پریروز عرض به خدمت شما اقتصادشون شیر شطوری چیزی بوده، عرض به خدمت شما یا یه خورده ابریشم از شام بخرن بیارن در مکه بفروشن یا اینا، انباشته شد و بعضن هزار تا بردی دیگه. بسیاری از این صحابه بزرگوار دون شأنشون بود که تو مدینه زندگی بکنن، دیگه در یراهای اطراف ویلا ساختن، تشریف بردن اونجا زندگی کردن. بعضی از همین معروفترین هاشون شعبه های بازرگانی داشتن، هم در بصره، هم در کوفه، هم در مصر. مثلا اقتصاد این قسمت ها رو قبضه کرده بودن. خیلی قابل تصور هست که با توجه به این که در میان قریش به خصوص بنی امیه قبل از اسلام هم تجار و ثروت اندوزان مکه عمدتا اینا بودن، بنی امیه یک عشیره از 25 عشیره قریش بوده، ولی به طوری که توی منابع تاریخی هست اینا 90% تجارت مکه رو در دست خودشون داشتند. خب در نتیجه یک طبقه نوکیسه اونقدر ثروتمند که انگار نمیدونستن دیگه با ثروتشون چه کار بکنند به وجود آمد، به غایت متوهم که اینها دستمزدهای این دنیایی جهاد است و به غایت فریبنده که ما صحابه پیغمبریم. خب دیگه خیلی قابل فهم هست، خب وقتی که یک قدرت اقتصادی اینجوری موجه به وجود میاد، از بابت موجه بودن به نظرم میاد که یه خودی سطحشون خطرناکتر از این نوکیسه های این رژیم هست، راندخارایی که خیلی زندگی های افسانه‌ای راه انداختند و از بخدمت شما خیلی فسخ و فجور میکنن و خیلی به طوری که وقتی که خبراشون درز میکنه برای خود رژیم خیلی اسباب دردسر میشه. آزاده هاشون، نوه هاشون، خود هاشون هستن و کسانی که کارگزارانشون اونها صحابی بودند. بعضا جز تعداد انگشت شمار مهاجرین اولیه و چنین ثروت هایی هم باشتن. خب وقتی که ثروت و عنوان معنوی و مذهبی با هم انباشته میشه و قدرت هم
مستقیم یا غیر مستقیم دست خود اینهاست، چون یا خودشون سردارهای شماره یک جهادهای کشورگشایی بودند، توجه میکنید، یا از خدمت شما از منصوبین و حاشیه های خلیفه وقت. خب در نتیجه قانون انباشت ثروت عمل میکنه و چقدر فسق و فجور و غصب و زورگویی و تفسیر به رأی و توجیه های نامشروع این وسط به وجود میاد قابل حد زدنه. ببخشید یه خورده طولانی شد، ولی فکر میکنم این قسمت هم بگم کافی باشه. دو تا اتفاق این وسط افتاد که دیگه خیلی فاجعه رو سنگین کرد، که حضرت علی سعی میکرد که این دوتا رو بعد از اینکه به خلافت رسید ترمیم بکنه، که البته شاید خیلی دیر شده بود، به خصوص که ترور شد فرصت عمر رو هم ازش گرفتن. یکی این که خلیفه دوم که با بیت المال چیزی مواجه بود، انباشته مواجه بود، و این بیت المال کفاف میداد که به همه، حتی به بردگان حقوق داده بشه، به نظرش میاد که یک بیعدالتی داره صورت میگیره. اونه که خب آخه اینا مثلا فرض بکنید که یک کسی هست توی فلان جنگ شکست خورده، اسیر شده، حالا مسلمون هست یا فرصت طلبانه در فتح مکه مثلا شده صحابی، این همون مقدار بگیره که فرض بکنید مجاهدین بدر و احد، این درست نیست. در نتیجه یک سلسله مراتبی ایجاد کرد در تقسیم به اصطلاح ماهیانه هایی که خود بیت المال میداد. اون وقت بالاترین سهم مال اهل بیت بود و همسران حضرت محمد، بعد از به خدمت شما اولین مهاجرین، بعد کسانی که در بدر شرکت داشتن، همینجور 5 سالی این رسم برقرار بود. نوشته شده که عمر میخواست اینو تغییر بده، که دیگه بعد خودش ترور شد و نتونست. این یک اتفاق. اتفاق بعد وقتی که عثمان خلیفه شد، و عثمان خب به لحاظ عشیره‌ای و نسب و اینها از بنی امیه است، یک ترم اضافه به کار برد برای همین امتیازات، بعد یک ترم هم شرعی هم قبائلی. اولا پست‌های قدرت رو به نزدیکان خودش میداد، بعد هم هر از چندی به هر بهانه‌ای جایزه های کلان نقدی بهشون میداد، بهش هم اعتراض میکردن. خب یکی از معترضانم ابوذر بود، بهش اعتراض میکردن، میگفتن خب چه خبر، من دارم صله رحم میکنم، فامیل نوازی میکنم، که هم اسلام تایید میکنه، هم کار پسندیده ای هست. هر به خدمت شما به این ترتیب میان همین نوکیسه ها بنی امیه خیلی به ثروت رسیدند. عرض به خدمت شما، خب شورش بپا شد، عثمان توبه کرد، قول داد که حکام جائر رو عوض بکنه، تقسیم اموال رو عادلانه تر بکنه، بعد نقض عهد کرد. شورشی ها دوباره اومدن مدینه رو اشغال کردند. این وسط برخلاف رهنمود های حضرت علی که از طرفی به عثمان توصیه میکرد که کنار بکشه، مسالمت آمیز تموم بکنه، و به چیز هم به شورشی ها هم تا اونجایی که نفوذ داشت، البته نفوذ تعیین کننده هم نداشت، اینا حوادث نشون میده که خلاص مرز سرخ به هم نزنند، زمزمه این که عثمانو باید کشت توی اون عصر و زمانه خیلی عجیب نیست، و این به گوش حضرت علی هم میرسید، از این بابت هم خیلی هشدار میداد، به طوری که خود فرزندانشو مأمور نگهبانی عثمان کرده بود. ولی این اتفاق بد افتاد و عثمان هم کشته شد که نباید میشد،
و این در حقیقت به ضرر مبارزه‌ای که حضرت علی برای سامان دادن اوضاع شروع کرده بود اتفاق افتاد و مرگ عثمان تبدیل شد به یک پیراهن عثمان به دست معاویه و بنی امیه، که دیگه حالا خونخواهی عثمان هم به اون محمل‌های قبلی استله رحم و نمیدونم قهرمانان میدان‌های جنگ و اینها اضافه شد. وضعیتی به وجود آمد که اگر یادتون باشه هم حضرت علی در اون خطبه معروفش لولا حضور الحاضر به این اشاره میکنه که اگر عهدی که خداوند از آگاهان گرفته که بر گرسنگی گرسنگان و بر سیری ظالمان نباید صبور بود، کاملا نشون میده که آقا پدیده محرومیت در حد گرسنگی وجود داشت. به این البته طبیعیه، انباشت بی حساب ثروت در یک جامعه ابتدایی با ساختارهای اقتصاد قبیله‌ای و به اصطلاح اقتصاد شتر و شیر شتر و اینها و بی تجربه بودن این کادرهایی که زمان قدرت به دست آورده بودن، فکر میکردن دیگه حالا زمین و آسمان و خدا و مشیت خدا و همه چی دست به دست این داده که همینجور مثل سیل پول بریزه تو دامن اینا. این غرور و این توجیه مظالم خیلی وضعیت بدی به وجود آورده بود، به طوری که واقعا گرسنگانی وجود داشتن که دیگه حضرت علی اعلام میکنه که من نمیتونستم صبر بکنم به این گرسنگی. همین جالب هست که توی حرفای امام حسین هم هست. خیلی خوب شد که گفتگوی ما به اینجا رسید، ببخشید اگر طولانی شد، من معذرت میخوام. خواهش میکنم. در این یک خطبه هست که حضرت خیلی حمله میکنه به کسانی که بد نیست که این علمای اعلامی که اگر احیانا این سخنها رو میشنوند، به کسانی که میگه که شهرت به دانشمندی دارید، از شما به نیکی یاد میشه، به مردم پند و اندرز میدید، به خاطر اینکه حرف خدا رو میزنید در دل مردم هیبت دارید. به این خلاصه برسنید به لایه چیز میگه که چی شده امر معروف و نهی از منکر زمین گذاشتید. جالبه که این صحبت ما دوره‌ای داریم می‌کنیم که امر معروف و نهی از منکر هم با دست این رژیم چنان ابتذالی کشیده که انگار یعنی باید با اسید امنیت رو از زن و بچه مردم با اسید پاشی سلب کرد. خطاب به اینها میگه که بذارید این قسمت رو برگردانش از رو بخونم. در حالی که تعهد رسول خدا ناچیز گرفته شده، نابینا و ناشنوا کهنسالان مورد بی‌اعتنایی اند و این تجزیه کردن حقوق ها شفقت شما رو برنمی انگیزه و با چرب زبانی و عبارت پردازی نزد ستمگران در جستجوی عافیت هستید. حالا این نقطه ای رو که من میخواستم اشاره بکنم، حق ضعیفان را ضایع کردید و برعکس طلبکار آنچه که به گمان خود حق خیش میدانید بودید. یعنی اینجا یه عده‌ای لهم شدند، یک عده‌ای هم گمان میکردند که این سیری کشنده اضافی که به دست آوردن حقشون هست، رفتن جنگیدن دیگه. خب این یک مجموعه فسادی به وجود آورده بود. حالا قدرتمندان بنی امیه که از عثمان شروع میشه ولی فضاحتش در دوران معاویه هست، نمایندگان این وضعیت فاسد بودند. یعنی موضوع انحراف فقط این نیست که حالا یک کسی که قرائت نمازش بد هست یا فرض بکنید مد بلد زالین رو کمتر میکشه یا مثلا کمتر اعلم هست
به قدرت رسیده مثلا حق اعلم و نمیدونم غیر از اینه کنه. نه آقا، یک قدرت ظالم بر سر کار بود که همون کار رو که همه جباران و قیصران و کسراها میکردند رو این بار به نام اسلام داره به مردم میکنه و از گرده یک مشت تازه مسلمان به عنوان برده، به عنوان درجه دو که عرب نیستید، به عنوان درجه دو که قریشی نیستید داره بهره کشی میکنه. و عرض به خدمت شما دیگه اونقدر هم روش زیاد شده که میگه که من چرا این قدرتی رو که به دست آوردم به غیر پسر خودم برگزار بکنم، به صرف اینکه اون پسر پیغمبر هست یا سابقش خوبه یا مثلا متدینه یا اینها، حالا علی رغم اینکه من تعهدم سپردم که زمامداری رو بدم به دست خود مردم خودشون تصمیم بگیرن، نخیر یزید رو اعلام میکنم. واقعا به طور وخیمی جامعه مسلمان ها گرفتار طبقات استثمارگره خونخاری شده بود که ثروای دارای شکل و شمایل تقدس غنیمت جهاد اینها رو به نقطه نعوذ بالله از خدا بیخبری انداخته بود. و همینجور پدر مردم و محرومین رو تحت عنوان این که این یکی جدید الاسلام، این یکی نمیدونم از موالی هست، عرب نیست، من چه هست، اونها در می آوردن. و دیگه توی کشورها هم که چه در مصر و سوریه چه در ایران سرزمین های تحت اشغال رو، واقعا سرزمین های تحت اشغال مثل اشغالگران مقابل تشبیه به مغول و تاتار و غیر ذلک و اینها، یا مقابل تشبیه به خود پادشاه های ایران موقعی که جاهای دیگه می رفتن، مثلا این خشایارشاه می دونید توی کشور عربی چهره ای داره، خشایارشاه ایران چهره ای داره شبیه چهره چنگیز توی ما ایرانی ها، کما اینکه مثلا نادرشاه تو هند، نادرشاه که بله خب یک آبشسته تر از سلاطین صفویه میشه گفت بوده، توی هند همچه چهره ای داره. هنوز هم هندی ها مثلا بچه شنو میخوان بترسونن میگن نادریت میکنیم ما، مثلا اون دیگه مثلا میفهمه که تیک پارش مثلا ممکنه بکنند. همه فاتح ها این کاره بودن دیگه. البته خب مسلمان ها حق ندارند این سیاهی هایی که تو تاریخ اسلام اومده رو به عنوان اینکه اسمش جهاد اسلام و غیر ذلک بود توجیه بکنند و باید ازش انتقاد بکنند، در رأس انتقاد کنندگان هم باید باشند. این حرفی به جای خودش محفوظ، ولی بر ترتیب اینها همه به نام اسلام داشت صورت میگرفت و درد اینجا بود و اون چیزی که میبایست رهایی بخش باشه خودش شده بود زنجیر، زنجیر دست و پابند ضد تکاملی. بله این ماهیت قضیه بود. بله. اجازه بدید من یک یادآوری بکنم. فکر میکنم که به یه مناسبتی توی اون گفتگو هم از راه حسین مجاهدین به قلم مجاهد شهید احمد رضایی یاد کردم، از این بابت هم راه حسین مرجع خوبی هست. لااقل فهرستی رو که مذر خود تصویر و تابلوی رو که ترسیم میکنه از اینکه وضعیت به کجا رسیده بود که از توش مباح کردن خون مثل امام حسین در میاد، خیلی غریبه دیگه، چون همه ادعاهایی که دیگران داشتند و با اون ادعاها برای خودشان قدرت توجیه میکردن چند برابرشو در مقابل امام حسین از آن داشتن. پاره تن پیغمبر که بود نوش بود، از صحابه هم که بود، سید شباب اهل جنه هم که بود، از به خدمت شما در علم و فضل و کمالات و اینها هم که هیچکی منکرش نیست که آقا چنین کسی رو خودشون رو مجاز دیدن که بکشن. گستره
فساد و تبهکاری که به نام اسلام داشت صورت می گرفت در این ابعاد بود. این ماهیت بود که آشتی ناپذیر می بایستی در مقابلش ایستاد، و همونطوری که امام حسین به حق کلمه جهاد رو اینجا به کار برد، کدوم دشمن خارجی که باید بایشان جهاد کرد خطرناکتر از این ستمکاران داخلی که فرض کنید که فامیل دور پیغمبرم بودن، چون بنی امیه و بنی عباس نوعی مدر میخوان، بنی امیه و بنی هاشم نوعی پسر عموی همان دیگه، مشترکن خودشون رو بنی عبد مناف میشناختن، هر کی باشه باید در مقابلش ایستاد. بله دقیقا مثل رژیم حاکم بر میهنمون در شرایط فعلی که دشمن ترین دشمن مردم ایران هست. بله با همون مقیاس اجازه بدید، انگار اگر امام حسین رو مصباح الهدى و سفینه النجات بدونیم، یه مقداری غیرتی تر میبایستی با این رژیم مبارزه کرد، چون علاوه بر اون تبهکاری هایی که دالا برشمردیم، آخه اینها قبای دفاع از حسین مظلوم رو هم به تنشون کردند دیگه. خیلی به طور مضاعفی اینجا تبهکاری و فریبکاری با ماسک دین داره ابزار و وسیله میشه برای تحقیر مردم، برای تجویع مردم، یعنی گرسنه نگه داشتن مردم. شرم‌آور وزیر مملکت همین پریرضا، وزیر کابینه روحانی، اعلام کرده که چیزی در حد 7 میلیون جمعیت ایران در معرض گرفتار سیری کاذب و گرسنگی حقیقی هستن، یعنی در حدی که حداقل مواد غذایی بهشون برسه سیر نمیشند. همین نسبت کودکان واجب التعلیم بی سواد داریم. حالا به این اضافه بکنید معتادها، بی پناهی های گوناگونی که به زنها تحمیل شده، عرض به خدمت شما، بعد همین تحمیلات رو تبدیل میکنن به چماق ستم مضاعف تحت عنوان اخلاق و غیر ذلک به همین زنها، به طوری که وحشی هاشون جرأت پیدا میکنن که اسید بپاشند به چهره خواهران و دختران و مادران هموطن و گرامی ما. خیلی فاجعه سنگین تر هست و خیلی انگار پیام امام حسین با زنگ بیشتری خطاب به ما توی گوش ها باید زنگ بزنه که آقا اگر حالا به جهاد برنمیخیزید پس کی؟ بسیار متشکرم آقای گنجی‌ای. تا برنامه آینده رو هم که اختصاص دادیم به همین مناسبت و ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و بررسی فلسفه و رمز جاودان قیام حضرت امام حسین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.